ما فرید یونس از تلویزیون نور امروز در خدمت شما هستم. روز شنبه 3 اپریل 2011 مسیحی و قسم که در هفته گذشته ما وعده کرده بودم، امروز ما افتخار میکنم و به خود میبالم و واقعا شکرگزار هستم از خداوند که حیات باقی بود که ما برادر بسیار گرامی، بسیار دانشمند و بسیار نازنین خودم جناب استاد شکرالله کوگدای با خود دارم. و استاد شکرالله کوگدای زمان امرای مخفور سبودین کشککی در روزنامه کاروان در دهه دموکراسی کار میکرد و وقتی که در هجرت کرد امو کاروان زنده ساخت در ایالات متحده امریکا و من یکی از همکارای قلمی کاروان بودم برای 10 سال یا زیادتر و سر من حق مطبوعاتی داره، حق برادری داره و حق مسلمانی داره یادم و یادم که امروز شما میبینین در پولی من این واقعا برای مطبوعات کشور بی‌طرفانه بدون از اینکه جبه قومی داشته باشه یا مذهبی داشته باشه یادم بی‌طرفانه در خدمت مردم بود و تا بنیاد ژورنالیستان افغان تأسیس کرد که در اون ما یک نقشی داشتم که خودش براتون صحبت میکنم. امروز شنبه 3 اپریل 2011 از تلویزیون نور امرای فرید یونس جناب استاد شکرالله کوگدای در خدمت شما هستیم. استاد بسیار خوش آمدید. لطف رحمت میکنین. تشکر از شما، از مهربانی شما و بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و گرم و بسیار صمیمانه ما به تمام بیننده های عزیز، خصوصا به اهل مطبوعات و خصوصا مطبوعات آزاد و دانشگاهیان که ما عمر خدا در مطبوعات، خصوصا مطبوعات آزاد و دانشگاه کابل سپری کردیم و ممنون محبت دکتر صاحب فرید جان یونس. ما به همچو جوان مردا و عیارا ضرورت داریم که قدر دوستی و محبت بفهمه و در راه مستقیم، در راه خدا و در راه انسانیت و در راه وطن مردانه قدم بانن، استوار قدم بانن و لطف مرحمت کردن. ممنونشان هستیم که در این برنامهشان شرکت میکنیم. امیدوار هستیم صحبتهای ما مورد توجه بیننده عزیز قرار بگیره. بیندگان عزیز، ما امروز دیگه بریک یا وقفه تجارتی نداریم و تا ساعت 3 همراه استاد هستیم. استاد در شروع اگر شما لطفاً هر قسمی که لازم میدانین درباره کارهای شما در کاروان کابل و مرحوم سبودین کشککی که عامر شما بود و شما شاگردش بودین و کاروان، اگر در اون مورد اول یک درست صحبت کنین، بعد از اون وقتی که شما هجرت کردین، کارهایی که در اینجا کردین، باز یک دو سه سوال دیگه هم ضمنی من در آخر دارم که وقت بانه انشاءالله. لطف مرحمت میکنین. کاروان، روزنامه کاروان در افغانستان در کابل در دهه دموکراسی شما میدانین، شما از علاقمنداش بودین و همه کسایی که عمرشان از 45 زیاد است میدانن که یگانه روزنامه آزاد و بسیار ژورنالیستیک و نشراتش بسیار عادلانه و خوب بود. بنده تقریبا از آغاز تا انجام روزنامه کاروان همکار روزنامه کاروان بودم. استادای گرامی ما استاد سبودین کشککی، استاد عبدالحق والد مؤسسین روزنامه کاروان بود و عزیزای دیگه ما که کدی ما همکار بودن در روزنامه کاروان، آقای عبدالخالق غفوری بود، آقای وحید الله وحید بود، زیاجان حیدری بود و آقای کبیر عرفان، مرحوم سید ظفر فوجان، نثار علی فریاد، احمد راتب و چند تا عزیزای دیگه ما، دخترها و عزیزای دیگه ما که وقتاً فرختاً می آمدن و می رفتن. به هر ترتیب ما 3 بخش عمده در روزنامه کاروان در کابل به عهده بنده بود. اول کاروان جوانان ما نشر میکردم، باعث یک نشریه مستقل سرمقاله نوشتم میکردم، مصاحبه و خبرهای مربوط به جوانان وادی که جوان بودیم، مویای ما سیاه بود و مصاحبه و خبرهای هنری و فرهنگی و همه فعالیت های جوانان که در کابل افغانستان میشد در کاروان جوانان چاپ میکردم. بخش دوم که تسلیم ما بود و من رو پیش میبردم عبارت از مظاهره بود، چون من مثلا دانشگاه کابل بودم، مظاهره همه در وقت دانشگاه
دادگاه کابل شروع میشه. چی خلقی بود، چی پرچمی بود، چی اخوانی بود، چی شولایی بود، اینمی عمدتاً امیا بود. جریان های دیگه که بود به نام صدای عوام که ذبیح‌الله جان اسمتی چیش بود رهبری میکرد، خدا ببخشش فلت کرد، خدا ببخشش دوستای ما بود بسیار، و مساوات و افغان ملت یا ای سه چی اونقدر عمدتاً نفوذ نداشتن، تعدادشان بسیار کم بود. به هر ترتیب مرکز تمام جوشش‌های سیاسی دانشگاه کابل بود که از اونجا شروع میشد مظاهرات و اعتصابات و راهپیمایی‌ها میشد. یام به اودیما بود و در تمام جلساتشان چی تشکیل اتحادیه معاصران بود، اتحادیه استادان بود. من همراهشان یک جای بودم، میرفتم، خودشان هم میشناختن، عکس میگرفتم، چاپ میکردم، از من بسیار خوشان بودن و تجارب دختهای بسیار زیاد دارم از هر کدامشان و همین اخوانی ها را که یاد میکردن دو میزدن. من نام از ایار تغییر دادم به نام جوانان مسلمان در روزنامه کاروان و روزگار و افکار نو، یا همون نام عام شد، حتی حفیظ الله امین و را به نام کاروان به نام جوانان مسلمان یاد میکرد. این نام بود که من سرشان ماندم. به هر ترتیب و بخش سیومه که تسلیم ما بود، من او را پیش می بودم و شورای افغانستان بود. من 4 سال در شورای افغانستان نماینده پارلمانی کاروان بودم و شورای افغانستان کارت خاص داده بود برای من و نان چاشت ما مواله بود سرشان و در جلسات استیضا و استجاب را اعتماد حکومت صدر اعظم و وزرا هم شرکت میکردم. اما همونجا بودم و تجارب چشم دید و به اصطلاح دختای بسیار فراوان از شورا و اعضای شورا دارم. به این خاطر است که 2 شورا را من دیدم. در افغانستان لازم نیست 1 شورا باشه، شورای ملی باشه، شورای اسلامی باشه، مجلس اعیان یا مجلس سنا که به او میگن مشان و جرگه در پشتو، او لازم نیست. من که تجارب شخصیم دیدم این 3 بخش عمده تسلیم ما بود که من این 3 بخش. غیر از او واقعات دیگه که عمدتاً در افغانستان خصوصا در کابل صورت میگرفت، استاد ما آقای کشکرکی اکثرا برای ما زنگ میزد، تلفن نصف شب و هر وعده برای ما میگفت این گپ است باید تا صبح سر میز باشه و ما مطلب میبرد. استاد گفتن فراموش نشه که یک چیز برای بینندگان بگویم که مرحوم استاد صباح‌الدین کشکرکی، من یک آدم بسیار خرد هستم، یک آدم بسیار یعنی در مقابل از اونها خدا غریق رحمتشان کنم، از من بسیار دوستم شده بود برای اینکه اولین کتابی که افغانستان آزاد در پرتو اسلام من 20 سال پیش نوشته کردم مرحوم کشکرکی رو چاپ کرد و از من دوستم شده بود و یک دفعه در ویرجینیا خانه ما آمد و از امی استاد شکرالله کوگدای بسیار به بزرگواری یاد کرد و بسیار زیاد تعریف کرد از یادم در اون وقت که من امی شهادت هم میخواهیم که امروز در تلویزیون بتون به شما خواهش میکنم. شما میربانی میکنید. استاد ما آقای کشکرکی واقعا یک جورنالیست بسیار فعال بود. ما جورنالیست های زیاد داریم، استاد های زیاد داریم، مثلا پروفیسر حبیب‌الرحمن حاله که فعلا در استرالیا و استاد های دیگر، ولی استاد ما آقای کشکرکی بسیار آدم فعال بود. ما را همونطور فعال جدی تربیه کرد و گفتم بر شما نسبای شب که می بود من در خواه می بودم زنگ می زد کشکرکی سب فلانه گپ شده تاسو به سر میز من خبرش باشه و ما او نموش شب می خیستم می رفتم مطلب تیار می کنم سر میز سبا می موندم سبا چاپ می شد و ما کوشش می کنیم در روزنامه کاروان اولین روزنامه باشه که مطالب ما چاپ کنیم و می خاطر روزنامه کاروان در کابل بسیار محبوبیت داشت. همه علاقه مندش بود، چپ راست بود، همه که آقای کشکرکی خداوند غریق رحمتش کنه و بهشت بر این جایش باشم، آقای کشکرکی اولین کسی بود که در ژورنالیسم در افغانستان به شکل رسمی در امریکا تحصیلات عالی داشت. یعنی درست است که چیز محمود طرزی پدر ژورنالیسم افغانستان است، اما آقای کشکرکی تحصیلات رسمی در امریکا داشت. بله، تحصیلات رسمی تعداد مختلف اشخاص دارن. او آدم بود انالیم، مگم بسیار آدم جدی و فعال بود، بسیار دست به کار بود. به هر ترتیب بعد از او فرموده شما که مهاجر شدیم، دوران مهاجرت پیش آمد، آمدیم در ایالات متحده آمریکا. دوستایی که مرا میشناختن تقاضا کردن و ما مرزویم بود، چون مسلکم بود، کارم بود، باید وسیله استفاده جمعی سر دست میگرفتم. من بهتر دانستم با کشکرکی صاحب مشوره و صحبت کردیم با استاد حالام، گفتم من میخوام یک نشریه چاپ کنم، شما چی میگن؟ اونا بسیار لطف کردن، استقبال کردن و بالاخره به این توافق رسیدیم و نام کاروان زنده بسازیم. بسیار خوب کاروان شروع کردیم و شما مرحمت کردین از جمله همکارای بسیار نزدیک و خوب ما. از اول تا آخر 14 سال من کاروان
اومد امریکا چاپ کردن در کالیفرنیا، تقریبا به سر تا سر دنیای کاروان میرسید برای هم علاقمندان. و شما میدونین که هدف ما در نشر کاروان هم کار مسلکی بود، هم کار وطنی بود، هم کار فرهنگی. کار وطنی و فرهنگی چی؟ ما در زمینه فرهنگ خود در نظیم پاد بزرگ داشت و پازداری فرهنگ خود کوشش میکردیم در اینجا نشراتی که هر کس هر روزنامه کاروان هر بخشش که ببینه که هر صفحه که واسه کنه میبینه که ما در زمینه فرهنگ کارهای بسیار برجسته کردیم. مثلا در اینجا که آمدیم ما اولین جشنواره هنر و فرهنگ در سال 1997 در امریکا برانداختم. از طرف کاروان جشنواره هنر و فرهنگ قبلا در افغانستان با همون حکوماتی که در افغانستان با تمام بودجه پولی که داشتن نتونستن